سلام دوستان، با هم جلسه 46 آشنایی با تاریخ فلسفه را آغاز میکنیم. از این جلسه بعد قرار به اینه که چند متفکر مهم مکتب اسکندریه معرفی کنیم. مکتب اسکندریه یک مکتب فلسفی بود که میشه گفت الهیات یهودی به همراه فلسفه یونانی با هم اینا ادغام کرده بود. منتها چرا با اطمینان ایر نمیگم؟ به خاطر ای که هنوز روی این بحثه که آیا فیلسوفای مکتب اسکندریه با الهام از فلسفه یونانی آمدن چیزهای الساخ کردن بر الهیات یونانی یهودی مسیحی، یا نه تحت تاثیر الهیات یهودی و فلسفه یونانی چیزهای را الساخ کردن بر الهیات مسیحی. خب به هر حال مکتب بسیار مهمیه و یک از مهمترین آکادمی های مکتب اسکندریه انو آگورا بود. یک فیلمی هم ساخته شده به نام آگورا در مورد یک فیلسوف زنی که به اون قرن نمیفهم دو یا سه در مکتب اسکندریه تفلسف میکرد و بعدها هم توسط یهودی ها و مسیحی ها کشته شد. خب از ای به بعد کم کم دیگه داریم، در واقع ما داریم وارد زمینه های چیزی میشیم به نام فلسفه قرون وسطا. کم کم هنوز ما به آخرای جلد اول کتاب تاریخ فلسفه کاپلستون هستیم. خب فصل 44 فلسفه یهودی یونانی در مورد اهمیت مکتب اسکندری قبلا هم گفتم که ایده جان بتنی بعد از فتوحاتی که اسکندر مقدونی داشت جای دولت شهرهای یونانی گرفت و یکی از او مراکز علمی که ایجاد شد اسکندریه بود که حالا جزء مصر حساب میشه. شهر دومی که چنین جایگاهی داشت روم بود. خب برمی محل رشد الهیات یهودی و الهیات مسیحی هم محسوب میشه. فیلون اسکندرانی یکی از بزرگترین متفکرای این مکتبه. 25 قبل از میلاد به دنیا آمد و 40 میلادی هم درگذشت. خب فیلون معتقد بود که فلسفه یونانی کتاب مقدس، منظور کتاب مقدس یهودی ها یا همون چیزی که ما به نام عهد عتیق میشناسیم، و سنت یهودی، اینا همه از یک ریشه هم. او جز اولین متفکرهایی بود که یک تفسیر دووجهی از خدا داد، یک وجه غیر انسانگرایانه، یا باید ایر هم میگفتم یک وجه غیر انسان انگارانه که خب ریشه داره در فلسفه یونانی و به ویژه در الهیات ارسطو، یعنی محرک نامتحرکه که یک وجود غیر مادیه. در واقع این وجه غیر انسان انگارانه خداست و وجه انسان گرایانه خدا هم که در واقع خدا به مثابه شخص معرفی میشه، خدایی که مثلا خشم و مهربانی داره و به طور کل میشه گفت خدای عوام. و انال این نکته که فیلون اسکندرانی به عنوان اولین متفکری که خدا رو دو وجهی میبینه، این نکته بچه دوم یا دیگه دست کم ایر به دست شما میده که بعدها که الهیات مسیحی تدوین میشه، انمی خدای متشخص، خدای انسانوار چگونه پرورده میشه در بحث تسلیس و وارد به اصطلاح الهیات مسیحی میشه. خب
همچنین فیلون اسکندرینی جز اولین کلمی ها، این قسمت بود به عنوان یک کلمی معرفی، اولین کلمی هایی بود که گفت کتاب مقدس هم دو وجه داره، یک وجه باطینی داره یک وجه ظاهری. وجه باطینی و در واقع رمزگونه استعاریه و مملو از نشانه، و وجه ظاهری و در نظر فیلون وجهی بود که نمیشد او نادیده گرفت، عین امام محمد غزالی که میگه وجه ظاهری کتاب قرآن هم نمیشه نادیده گرفت. خب البته ما در جهان اسلام اصلا یک جریان داشتیم به نام ظاهریون، منتها نکته اصلی که مهم شما با او ارتباط برقرار کنید اینه که اینی جریان هایی هم که شما در جهان اسلام میبینین ایقا نبیده که اینا بی نظیر بودن، نه نظایر اینا شما در مسیحیت و یهودیت هم میدیدین، و این مباعثی هم که شما در جهان اسلام میبینین مثلا در فلسفه اسلامی، در کلام اسلامی یا در حتی در فقه اسلامی، این مباعث هم باز ریشه دارن در ادیان ما قبل و حتی در فلسفه هیلینیسی، و یک از اونها اینه که قرآن کتاب مقدس باید دوچی دید، وجه باطینی و وجه ظاهری، و امروز هم میفهمیم که تفسیر قرآن بر پای وجه ظاهری پر از تناقض دیگه، یعنی باید قرآن بر پای استعاراتی که داره مثل یک کتاب ادبی به اصطلاح تفسیر کرد. خب در نظر فیلون نظم الهیاتی چنین شکلی داشت، در مرتبه اول خدا قرار داره که ازلی و ابدیه، یک وجود غیر مادیه و در مکان و زمان نمی گنجد، که خوبی چیزیه که برای ما آشنایه دیگه درون جهان اسلام. من هر دفعه مقایسه قیاسی که میزنم با جهان اسلام به این دلیلی که ما درک بهتری از مباحث اینا پیدا کنیم. در مرتبه دوم از مرتبه اول، مرتبه خدا، مرتبه دوم لوگوس قرار داره که مو عقل کامل و بی‌نقصه که در واقع واسطی بین خدا و جهان ما. در مرتبه سوم در واقع نمی جهان محسوسات، جهان ما، جهان مادی و متغیر قرار داره. پس سه مرتبه داشت، خدا، لوگوس یا عقل یا نوس، و در مرتبه سوم جهان مادی. فیلون معتقد بود که موصول افلاطونی در درون امیل لوگوس قرار داره در مرتبه دوم. این نکته در نظر داشته باشیم وقتی وارد فلوتین شدیم در امی جلسه باز ایر دوباره مطرح میکنه. خب پس موصول افلاطونی جهان ایده ها، جهان معقولات در درون امی مرتبه دوم یعنی لوگوس قرار داره. خب یک اشاره هم میکنم باز این با دوباره به فلوتین هم میبینیم، ای که لوگوس فیلون اسکندرنی در واقع وارد فلوتین میشه و بعد وارد الهیات مسیحی میشه، بعد وارد الهیات اسلامی میشه و مظهر در حالا در درون الهیات اسلامی به نوعی مظهر جبرئیل، در واقع جبرئیل واسطه خدا با پیامبر بود و همی فرشته در قبل از الهیات مسیحی و الهیات اسلامی در کار فیلون اسکندرنی و در کار فلوتین کالا میبینیم در کار این دو نفر وجود داشت، یک واسط بین خدا به اصطلاح وجود کامل و انسان به عنوان یک موجود مادی، بین اینه یک واسط باید برقرار میشد. چرا باید برقرار میشد؟ به این دلیلی که خدا نباید ارتباط مستقیمی با جهان مادی داشته باشه، به خاطر اینکه خدا از هر نوعی از مادیت بریه، یعنی کلن جدای از او، برای همین نیاز به نیاز به وساطت داره و واسط او در الهیات پیش از الهیات مسیحی و الهیات اسلامی لوگوس بود. خب حالا میایم به فصل 45 به نو افلاطونیان و برسیم سر یکی از مهمترین فیلسوف های جهان هیلینیسم و به قول مراد فرادپور
یک از بزرگترین فیلسوف هایی که تا همین امروز هم اهمیت یا دستکم گرفته شده در تاریخ فلسفه، یعنی فلوتین. در واقع فلوتین خب نام معرب پلوتینیوسه، ولی خب دیگه امروز کسی پلوتینیوس نمیگه دیگه، همه فلوتین میگن، بعضی همون افلوتین میگن. در داخل خود این کتاب هم افلوتین آمده، ولی خب فلوتین به پلوتینیوس نزدیکتره. خب او در 203 میلادی در مصر متولد شد، یعنی ببینید یک فاصله تقریبا 150 ساله بین فیلون اسکندرنی و فلوتین وجود داره. خب یک شاگرد بسیار مهم داشت، شاگردی که بخش بزرگی از اطلاعات ما در باب فلسفه هیلینیستی مدیون کارای اونه، یعنی فرفریوس، کسی که حتی کمک کرد به تدوین آثار ارسطو. و فلوتین وقت 60 ساله شد فرفریوس به عنوان شاگرد پذیرفت در 60 سالگی. فرفریوس میگیره کتاب های فلوتین دسته بندی میکنه، طبقه بندی میکنه اصطلاح. 6 کتاب داره فلوتین، یا برای ما رسیده، به ما رسیده، ما نمیفهمیم دیگه، 6 کتاب یا به ما رسیده که این 6 کتاب هر کتاب شامل 9 فصله. و بعد از فلوتین این کتاب ها مشهور شدن به نهگانه ها یا انعاد ها، نهگانه های فلوتینی. خب یک از این کتاب های فلوتین که در باب نظریه صدور بود وارد جهان اسلام شد به نام کتاب ارسطو. و متفکرهای جهان اسلام از همو کندی گرفته تا فارابی و ابن سینا تا ابن رشد، اینا همه تصور اینا ای بود که این کتاب فلوتین از ارسطویه. اونا خب آشنایی زیادی هم با آثار فلوتین نداشتن و نمی بود که ارسطو چی، ابن سینا میگفت که این نظریات ارسطو عجیبه ولی باید اینا رو ما در ادامه متافیزیک ارسطو تفسیر کنیم، در حالی که خبر نداشت که اینا از ارسطو نیست اصلا، از فلوتینه. و این نظریه صدور که وارد فلسفه ابن سینا میشه به خاطر اینه که ابن سینا تلاش میکرد بین کتاب فلوتین و کتاب ارسطو، کتاب های ارسطو، یک آشتی ایجاد کنه، چون تصور میکرد که این کتاب هم از ارسطویه. و من در این مورد البته مقاله هم دارم، میتونین به رجوع کنین دیگه، اسم مقاله رو یاد مرفته، نظریه صدور در اندیشه ابن سینا چیزی. خب فلوتین هیچ میلی به مسیحیت نداشت، این نکته های مهمیه که باعث سوء تفاهم شده به بین بعضی از کسایی که دارن تاریخ فلسفه میخوانن، فکر میکنن فلوتین مسیحی بود. نه، او هیچ میلی به مسیحیت نداشت، هیچ چیزی هم در مورد مسیحیت ننوشت و حتی کلمه مسیح و مسیحیت اینا رو هم خیلی کم استفاده کرده یا اصلا استفاده نکرده. کاپلسون خب میگه که خیلی کم استفاده. خب اما چون تأثیر خیلی زیادی بر روی تفکر مسیحی داشته و به ویژه بر روی آگوستینوس یا آگوستین قدیس، تأثیر خیلی زیادی بر روی یک از اولین و بزرگترین فیلسوفای مسیحی گذاشت، بسیاری به غلط فکر میکنن فلوتین مسیحی بوده در حالی که مسیحی نبوده. خب حالا بیاییم وارد نظری فلوتین بشیم ببینیم چیه. ای که گفتم به غلط تصور میکنن یا چه باشه، در مورد ابن میمون در جهان اسلام هم چنین تصوری بود دست کم تا همین اواخر، یعنی چون ابن میمون تأثیر زیادی گرفته بود از تفکر اسلامی و تأثیر زیادی گذاشت بر روی تفکر اسلامی، بعضی ها تصور میکردن متفکر اسلامیه در حالی که یک متفکر یهودی بود. خب نظریه فلوتین هنوز هم به نظر من یک نظریه بسیار جذابه، با اینکه
خب نقد خیلی نقد وارد شده بر روی، ولی نظری خیلی جذابی به نظر میاد و در مدارج بالای الهیات پژوهی قرار میگیره. در واقع فلوتین معتقد بود که خدا مطلقاً متعالیه، خدا واحده، توصیف ناپذیر و غیر قابل درکه، ماهیت و، خب به اینو دقت کنیم، ماهیت و وجود و حیات اینا هم نمیتونن نسبت با خدا داشته باشن. چرا؟ چون این ذات مطلق متعالی فراتر میره از درکی که ما از ذات، از ماهیت، از وجود و از حیات داریم. نه اینکه خدا ماهیت و وجود و حیات نداره، اما خدا فراتر میره از این چیزا، از این اوصافی که ما تعیین کردیم، یا اصلا کلا این چیزی که ما در دستگاه الهیاتی میشناسیم. خب نکته دوم، ای که میگه خدا واحده، تاکید داره که این واحد، واحد عددی نیست. یعنی چی؟ یعنی خدایی که فلوتین از او گرم میزنه با خدای اسلام، یعنی با الله، کاملا فرق داره. چرا؟ چون خدای اسلام، البته او هم نه کل اندیش اسلامی، خدایی که در صدر اسلام توسط پیامبر اسلام تبلیغ میشد، خدای اسلام یک واحد عددیه. چون اینا تحت تاثیر و فشار بت پرستی بودن و بت‌های متنوعی وجود داشت، اینا تاکید زیادی در برابر از به عنوان یک آلترناتیوی در برابر بت پرستی، اینا تاکید زیادی بر روی وحدانیت خدا داشتن و الله یعنی خدای اسلام واحد عددی هم هست. یعنی واحد عددی، به این دلیل میگم که بعدها در اندیشه اسلامی، در کار ابن عربی و سید ابوالخیر و مولانا، دیگه خدا واحد عددی نیست، ولی در صدر اسلام خدا واحد عددی بود. برمی در صدر اسلام کسی که برای خدا شریک می آورد، یعنی یک بودن خدا تبدیل به دو، سه و چهار میکرد، من با پای واحد عددی دارم گفت می زنم، به او می گفتن مشرک. یعنی فرقی وجود داشت بین کافر و مشرک، و مشرک کسی بود که شریک می آورد برای خدا، حالا یک شریک می آورد یا چند شریک. پس فرق خدای فلوتین با الله اینه که خدای فلوتین غیر قابل شمارش، حتی به عنوان یک عدد ناپذیره به اصطلاح. خب میگه خدا واحد با دستگاه شمارش حساب ناشدنیه. چرا؟ چون اساسا وصف ناپذیره و به اصطلاح وصف ریاضیاتی هم نمیگیره دیگه. خدا میگه که فوق وجود و فوق جوهره، یعنی از تمامی همی اوصاف ما، اوصافی که ما حالا در دستگاه الهیات ایجاد کردیم، فراتر میره. خب حالا در مورد خیرم بگم، میگه که صفات خیر، صفاتی که در خیر وجود داره، اینا رو میشه به خدا نسبت داد، اما یاد چون باشه که این اوصاف، اوصافی که ما در اصطلاح خیر میبینیم، مثلا فکر کنیم فضیلت مثلا، اینا یاد چون باشه که میگه اینا عین ذات خدا نیستن. یعنی خدا صفات، خب مملو از صفات خیر، ولی چون توصیف ناپذیر خدا، عین ذاتی نیستن. اگه عین ذاتی باشن خدا توصیف پذیر میشه دیگه، عین ذاتی نیستن. و باز میبینیم که نمی بحث فلوتین وارد مسیحیت میشه و وارد اسلام میشه، و نمی که شما در اعلی تسنن مثلا میبینیم در بیشتر جریان های اعلی تسنن که میگه صفات خدا نه عین ذاتن نه غیر ذات. این میبینیم ریشی از این برمیگرده در کارهای فلوتین، به این دلیله که فیلسوف بسیار بزرگه. خب حالا با دیگه چی میگه؟ چیزایی که شما او رو دیگه در خدای مسیحیت و یهودیت و اسلام
معمولا نمیبینین دیگه. در عرفان یهودی مسیحی و اسلامی میبینین عرفان ادیان ابراهیمی، ولی در خود ادیان اون چیزی که به اصطلاح بنیانهای ادیان یا چیزی که در کتب مقدس آمده نمیبینین. مگه خدا نه فعل داره نه اراده داره و نه فکر؟ خب در تمام می ادیان ابراهیمی میبینیم که خدا هم فعل داره، هم اراده داره، هم فکر داره. خب مگه میشنه داشته باشه؟ در درون از اینا همه داره. ولی خدایی که فلوتین از او گپ میزنه فعل و اراده و فکر نداره. حالا میتونیم بپرسیم که چرا تصور میکنی که خدا فعل و اراده و فکر نداره؟ میگه که این ذاتی که مطلقا متناهیه متعالیه، این نمیتونه نیازمند چیزی باشه که بعد اراده کنه رو. این عین فکره و بعد با فکرم وصف پذیر نیست، یعنی از عقلم فراتر میره. و اگه بگین اراده نداره، پس میتونین این دارم بپرسین که برای فلوتین خدا خالق نیست؟ فلوتین پاسخ اینه، بله خدا خالق نیست. خود آفرینش و خلقت نوعی فعالیت دیگه و خدا از این فعالیت فراتر میره، اصلا بی نیازه به این فعالیت. بنابراین خدا نمیتونه خالق باشه. خب وقتی بگی خدا نمیتونه خالق باشه، پس نسبت خدا با جان چیه؟ خب فیلون اسکندرنی یک نسبتی، یک مراتبی رو نشون داد. تو چی داری نشون میدی؟ چه نسبتی بین خدا و جان وجود داره؟ این جیه که بنیان بحث فلوتین به اصطلاح معنا پیدا میکنه. نظریه صدور که ما او را دستکم در ادبیات معاصر به عنوان فیض و فیضان الهی میشناسیم، دو کلید واژه مشخص داره این نظریه، یکی فیضان یا جاری شدن، یکی صدور یا صادر شدن. خب میگه عالم از خدا صادر یا ناشی شده. خب اگه بگی که عالم از خدا صادر یا ناشی شده، یعنی که خدا اراده کرده دیگه، یک فعلی داشته اراده کرده، علمی هم داشته به این اراده خود، خب و بعد جهان از او ناشی شده، چنین معنی میده. اما فلوتین میگه نه، این شما در دستگاه ابن سینا پیدا میکنه، نه در فلسفه ایمه، این در ابن سینا وجود داره، من چنین چیزی نگفتم. فلوتین معتقده که جهان ما نه بر حسب اتفاق بلکه بر حسب ضرورت از خدا ناشی شده. خب چرا بر حسب ضرورت؟ میگه چون ضرورت حکم میکنه که کمتر کامل از کامل ناشی یا صادر بشه. کمتر کامل از کامل، به این کمتر کامل از کامل ناشی بشه به این معنا نیست که جزئی از کامل بریده میشه، کسر میشه، کم میشه، به کمتر کامل افسوده میشه. نه، کامل کامله و کمتر کامل از سرریز شدن وجود کامل ایجاد میشه، یعنی جهان ما. خب پس جهان از هیچ به وجود نیامده. فلوتین هم معتقده که، یعنی باور داره به اون سنت یونانی که جهان از هیچ به وجود نیامده و از هیچ فقط هیچ به وجود میایه. فلوتین هم به اون معتقده. خب حالا ای که میگیم جهان از سرریز خداوند ایجاد شده، خب میگی سرریز، مثل که مار به افغانستان یاد سرریز غذا میندازه. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما میمونی میگرفتین غذا رو میآوردین، برنج میآوردین و بعد همه میگرفتن میخوردن، کم که برنجا کم میشد باز میگفتن مثلا آقای بچه یک سرریزی بیار. باز اون آدم گور به داخل محفل بچه صدا میکردن، باز اون میرفت، اون بیچاره میرفت به جای آشپزخانه، از اونجی سرریزی میگرفت میآورد، سرریز برنج، یعنی غذا اضافی میآورد به روی برنج اضافه میکرد و بعد دیگران میخوردن.
این تفاوت فلوتین با سرریز برنج. فلوتین میگه جهان ما از سرریز وجود کامل 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 سرریز میکنه، نه اینکه کامل کسر میشه، سرریز میکنه از سرریزی و جهان مادی ما، جهان متغیر ما ایجاد شده. خب حالا یاد شما باشه، هر دمم من میگم یاد شما باشه، خب تکه کلام شده. همی سرریزی در اندیشه فلوتین سلسله مراتب داره. یعنی می عقولی که حالا بعضی میگه عقول نوگانه یا عقول دهگانه، یعنی می ریشه داره در فلوتین. در واقع کسی که نظریه عقول ارداد، گرچه چی ازیر شما بنیانهای ازیر در ارسطو میبینین، در الهیات ارسطو میبینین، ولی خب بالاخره کسی که او دیگه گرفت مفصل بندی کرد فلوتین بود. خب پس این سرریز و این صدور سلسله مراتب داره، یعنی ما باید بگیم که، یعنی مجبوریم بگیم صادر اول، صادر دوم، صادر سوم. ایره خب صادر اول واحد یا عقل یا نوسه. صادر اول عقل کامله، یا چون باشه خدا از عقل کامل هم فراتره، چرا؟ چون وصف ناپذیره. سرریز میکنه، از او عقل کامل ایجاد میشه، عقل کامل صادر اول سرریز وجود خداوندیه. امیدوارم درست توضیح داده باشم. و اتفاقا انمی کسرتی که شما در جهان میبینین، انمی کسرت در وحدتی که میبینین برمیگرده به صادر اول، برمیگرده به نوس و عقل. خب صادر دوم نفسه. حالا خود این نفس هم دوه چیه؟ یعنی عقول در درون ازی ایجاد میشه دیگه، عقول بعد از این نفس مرتبه بندی میشه. شما بعد میبینید مثلا چون عقل پنجم، مثلا مشتری عقل ششم، چون نمیفهم زمین یا چون ما هرچی، این عقول بر پایه تقسیم بندی این نفوس به اصطلاح ادامه پیدا میکنه، تداوم پیدا میکنه. خب نفس هم دو بخش تقسیم میشه. یک نفس رو به بالایه که رو داره به سمت خود خداوند، یعنی رو به بالا میره. یک نفس که رو به پایینه به سمت جهان مادی حرکت میکنه. خب پس نفس هم خود دوچیه. برای توضیح ازی فلوتین از استعاره خورشید استفاده میکنه که برمیگرده به تیمویوس افلاطون، که افلاطون اولین بار او رو استفاده کرده. میگه که خورشید ببینین، چیزی از او، اینا به این باور بیدن که خورشید انرژی میده، نور میده و چیزی از او کسر نمیشه. خب علم امروز خب مخالفه بود. خورشید ببینین، نور شدیدی از او خارج میشه، به این نور در درون نمی کهکشان ها به جایی میرسه که دیگه بدل میشه به ماده تاریک، یعنی دیگه در تاریک مطلق خلاص میشه. پس یک مراتبی بین منبع نور و جهان مادی، چون اون تاریکی نشانی از مادیت جهان همونه، بین ای به ای یک سلسله مراتبی وجود داره. نفس رو به بالا به سمت منبع نور میره، نفس رو به پایین به سمت جهان مادی. یعنی فلوتین مثل خیلی های دیگه معتقد بود که نور خودی در یک جای دیگه پایان پیدا میکنه، که او میشه اینمی جهان مادی. در واقع جهان تاریک، جهان مادی، جهان و اصلا ماده تاریک، یعنی جهان مانه، جهانی که ما در وجود داره و ما یک فاصله عظیمی با منبع نور با خداوند داره. خب حالا انسان، مسئله فلوتین بوده، انسان هم نفس رو بالا رونده داره، هم نفس پایین رونده.
و فلوتین از ما چی میخواه؟ ای که تمام امی سلسله مراتبی که وجود داره ای معکوس حرکت کنیم. یعنی ما خود در جهان مادی قرار داریم، جهان تاریک، و از منبع نور بسیار فاصله داره. ما باید چکار کنیم در زندگی خود؟ خب حرکت معکوس داشته باشیم و رو به بالا. یعنی ما باید در زندگی خود خب مجال بدیم به نفس بالا رونده تا نفس فرو رونده. نفس فرو رونده ما رو میبره به سمت شهوات و امیال و نمیفهم پستی و رزالت و این چیزا و حیوانیت و اینا، اما نفس بالا رونده ما رو میبره نزدیک میکنه و ما رو قریب خداوند میسازه دیگه، ما نزدیک میشیم به خداوند. خب به این یعنی چی؟ یعنی که دستکم شما پیوند برای اولین بار یک پیوند اساسی، گرچه اون باز ریشه داره در فلسفه یونانی، اصلا نمیفهم چه چیزی ریشه نداره در فلسفه یونانی، همه چیز ریشه داره در فلسفه یونانی، ای هم ریشه داره در فلسفه یونانی، یعنی پیوند عرفان و فلسفه، ولی در فلوتینی مفصل بندی میشه و شما برای اولین بار پیوندی میبینیم بین عرفان و فلسفه. و بعد از این بود که چیزی به نام عرفان نظری ایجاد شد و شما میبینین در عرفای اسلامی هم انمی تبلیغ بالا روندگی نفس وجود داره و شما در گنبدهای معماری اسلامی هم میبینین که شما داخل هر مسجدی که میرین میبینین که این شکل گنبد از این و سقف از این تعالی بخشه، یعنی طور داره میباره به یک روشنایی بیرون و یک افق، افق هم کلمه دوستین روزنه رو به بالا و تعالی نفس. همه اینا در واقع برمیگرده به استراتژی که فلوتین در تدوین الهیات خود خود به کار بست و بعد ای وارد مسیحیت و جهان اسلام شد.